از ذوق و از استعداد و صاحب ذوق خواهیم گفت امروز در برنامه. سلام صاحب ذوقی رو که امروز خواستیم در معرفیش کمر بندیم، نام دارد سعادت و تا اندازه از شرافت این نام و از انتخاب هنر سعادت من نیز گشته است. پذیرا باشید سعادت انوری، خوش آمدی. تشکر زیاد. خب سعادت، واقعا با حضورت تراوت بهار رو این کاشانه کسب کرده. برای ما دخترها همه وقت بهار است و میخواهم با کلی تماشابینان تلویزیون سفینه سلام گرم خود را برسانم. برای بولیده خاطری تماشاگر با ذوق بلند و احترام خاصه و بیننده زکی و صمیمی سفینه، اهل ایجاد تصمیم تصویری ذوقمندی را دارد که از جاده صنعت و هنر به بیننده مژده‌رسانی میکند. سعادت انوری. سعادت با افتخار از این ملت و این سرزمین صدا بلند کرده و می سراید. عارفانه و عاشقانه، صمیمانه و صادقانه او از خنجر داوودی صدا بلند می کند. سعادت، بیا نخست در مورد انتخاب کسبت حرف بزنیم. سعادت ختم التحصیل کجا است؟ من ختم کرده کالج خوریگرافی شهر دوشنبه به نام ملکه صابیروه در شعبه بلد. خوب. طول 8 سال تحصیل کردم. ختم کردم و ختم کرده کالج احمد بابا قلوفی شهر دوشنبه شعبه آوازخوانی اکادمی و اینچنین ختم کرده دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان ختم کردم و این زمان ماگیسترانت کورس یکومی هوای دانشگاه می باشم. و دانشگاه سلاویانی تاجیکستان روسیه؟ بله. در بخشی؟ در بخشی یکوم. در فکولته؟ در فکولته حقوق شناسی در کورس یکم می خونم و اینچنین در انسامبلی آریای استرادی کمیته رادیو و تلویزیون نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همچون آوازخوان کار و فعالیت میکنم. سلامت باشید. خوب، آنجایی رو که ختم کرده ای بستگی دارن به اپرا و بالت، یکی در کالج خوریگرافی یعنی به حیث رقصه بالت و دیگری در آوازخوانی اکادمی، اینم باز بستگی دارد بازم به همون اپرا و بالت. من فکر میکنم که یکی دیگری رو ضرر نمیرسوند، پورا میسوزد، پورا میسوزد و با ما صنعتکاران یاردم میتین. صنعتکار باید از همه صحه های صنعت بخبر باشد که در وقتی صحنه برآمدن هم تواند که نقش بازد، هم رقص کند، هم در اسباب های موسیقی تواند نواخته. من فکر میکنم که صنعتکار باید از همه صنعت بخوبی براید. بهترین اندیشه گمون میکنم واقعا باید هنرمند از همه جوده های هنر باید بخبر باشد و گفتید که حتی از نوازش در کدام اسباب استد که سعادت از عهده نوازش در کدام اسباب می بر آمده باشد؟ تنها فرتپیانو کم بیش دایره تمام. اسباب های زرپیر. بله. تشکر. سعادت، خب از خوردی زمینه بود برای انتخاب کسب، یعنی کی مهر در قلب سعادت انوری جا کرد با جوده هنر؟ من از خوردی صنعت را دوست می داشتم و دوست می دارم، دوست خواهم داشت. از خوردی مادرم ذوق من را دیدن که چقدر من به صنعت ذوق دارم. از خوردی به کورشکا می بردن، رسم کشی، رقص، سرود خوانی و مادرم ذوق من را دیدن، ذوق به اندازه من را به صنعت و من را به کالج خوریگرافی شهر دوشنبه بردن.
در مورد زوق گفتی، از زوق چی میدونی؟ در این دنیا ثابت شده است که نفر در این یا آن کسب موفق میگردد که دارای زوق اصیل باشد و شکرانه آفریدگار که به من لایق دید و من از این میبالم. خوش سعادت، چون گفتی که در بستگی دوران انمون جایی که ختم کردی با اوپرا و بالی، ولی اومدی در انسامبل اوریوی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کرو فعالیت دارید، رو وردی با بخش استرادا و سرودهای خلقی. چرا در انتخاب کردن مستقر نموندی، یعنی در اوپرا و بالت؟ من بسیار دوست ندارم رقص بالت رو، سرایدن سرودی اوپراوی رو. من از اوپرا دور نیستم، در اوپرا بالت هم کار هم نکنم، ولی در خانه، در جای کار من می سرایم برای خود سرودهای اوپراوی. این لحظه پس امکان داریم که برای ما نیز بسرایی؟ یک چهار مصرع از اوپرا رودکی می سرایم و کوشش میکنم که نغز از اودش برایم، برای که نو از چنگلی زکوم برامنده. برامند سلامت باشی. خب این لحظه امکان داریم که در ژانر دیگر سعادت رو بسنجیم و یک ترانه پیشنهاد میکنیم. گمان میکنم ترانه نو است. بله البته با کلیپ نو. مرحبا، اولین بیننده این کلیپ خواهید شد.
سعادت باری شده است چون اینکه با جای داشتنی شاید کدام کم بودی یا پیش آمدن یکان مشکلی نیت و قرار ترک این کسب کرده باشی؟ نه، زوقم مرا هیچگاه نمیگذاشت که من از کسب انتخاب کرده خود دست کشم و برعکس مرا هر دم مجبور میکند که من لحظه قرار نشینم و پیوسته سیقلی هنر کنم. بیشتر در مورد انتخاب متن با کدام شاعران همکاری داری؟ با شاعران استاد نورالله عارف، استاد خیراندیش، شاعره گلرخسار، شهریه و غیره ها همکاری داری؟ یعنی متن رو از این شاعران انتخاب میکنی بیشتر؟ بله البته. با اهل هنر با کی همکاری داری؟ مثلا با آهنگسازان با کی؟ از کی آهنگ میگیری؟ با آهنگسازان استادان بسیار هستند. استاد سید قلبیلالوف، فرهاد زکیروف، دلاوری زهوریان، خورشید غلاموف و غیره ها. خب در انسمبل آریا چند سال شد که کار و فعالیت داری؟ من سال 2016 طریق آزمون به انسمبل استرادی آریا شامل شدم. در آنجا طول 2 سال کار و فعالیت میکنم. خب آمادگی ها با جشن های در پیش ایستاده چگونه است در انسمبل آریا؟ آمادگی ها به نهایت نقص در چرابینی های دولتی غیر از دولتی سرودهای نو تیار کرده استودیم. سعادت واژه موسیقی تا کدام حد برایت مقدس است؟ یک لحظه زندگیم رو به موسیقی تصور کرده نمیتوانم، بلکه دوست و رفیق با وفایم این هنرم است و نان و نامم از روی این کسبم است. اگر گویم خطا نمیکنم. سعادت از عشق چی میدونسته باشد؟ عشق است که زندگی ما رو رنگین تر میکند. عشق ما با دل میبندی با وطن، با مادر و پدر، با یک نوجوانیان که با یک دختر که از این زندگی ما رو دیگرگونی میکند در زندگی ما و همه این عشق میباشد. من که جوان هستم بیشتر انتخاب میکنم موضوع های عشقی را و در رپرتوار من موضوع های وطنم است، تاجیکستان، مادر و فکر میکنم عشق بیشتر میباشد. برای موفق شدن در کسب باید رسالت در دوش بر دوش داشته باشی و پس این لحظه رسالت سعادت انوری که روح بلدش گشته است چی باشد؟ همیشه استوار بودن و فدای هنر خیش ماندن، با وطن عزیزی تاجیکستانی با جان دل برابرم خدمت کردن، این رو من رسالت خود در زندگی میدونم. پس وطن و تاجیکستانی عزیز تا کدام حد برایت مقدس است؟ حد و کنار ندارد. وطن را برابر زندگیم دوستش میدارم و فرق میانی مادر و وطن نمیبینم. وطن در برابر مادر، مادر رو در برابر وطن دوست می‌دارم و هر لحظه می‌خواهم سرود را زمزمه کنم پیش نظر منظره های زیبای دیار، پدر و مادر، آبادکاری ها در راه های وطنداری پیش نظره می‌آید و به من این یک الهام تازه می‌بخشد. چون اینقدر وصف وطن رو زیبا کردی سعادت، چون گفتی که عشق زندگی رو باز رنگین تر می سازد و بمانند همین عشق آرزوها نیز مدرک اساسیان در زندگی، پس چه آرزو و آمال است در دل نهفته؟ می خواهم کبوتری سمای پاک وطن عزیزم همیشه در پرواز باشد، صلح و امانی هویدا باشد، در لبان مادران خنده جاودانی و وطن عزیزم باز هم زیباتر و آبادتر گردد. تشکر. با همین نیت های نکو تشکر میگویم از شما برای صحبت، برای ترانه های دلنشین و با امید همکاری ها. تشکر زیاد. اینجا میرسیم به پایین برنامه. تو دریافتی صاحب ذوق دیگر و تا دیدار نوبتی، خیر عزیزان، در احترام یک دیگر باشید.
پروانه ای من، یک عمر اگر شوی تو پروانه ای من. شوی تو پروانه ای من، یک عمر اگر شوی تو پروانه.